درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 18 از ماه ژانویه. در روزهای دوشنبه مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هستم، در باره مسائل مختلف صحبت میکنیم، به ویژه موضوع مغالطات. امروز هم چند نوع مغالطه به حضور شما در واقع معرفی میکنم. کار ما با مغالطه است، یعنی مشرقی ها اصولا کارشون با مغالطه است و ذهنیت علمی پاش به مشرق نرسیده هنوز به درستی. خاورمیانه که محل تولید دروغ بوده است و خرافه و همچنان در دروغ و خرافه دست پا میزن. حالا اجازه بدید که یک غزل از حافظ بخوانم. میفرماید: گر از این منزل ویران به سوی خانه روم، دیگر اونجا که روم عاقل و فرزانه روم. زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. کسی بخواد این شعر حافظ رو به عمل بیاورد، کدام میخانه؟ در هیچ تاریخی میخانه ها بسته نبوده در ایران جز در روزگار این آقایون. حالا این بدان معنی نیست که می در واقع نوشیده نمیشود، شاید مصرف چندین برابر است، اما برادران قاچاقچی خودمان میآورند میفروشند به قیمت بالا. بله، این کار ملا و آخوند همینه، ریا و دروغ. حافظ نذر کرده است که اگر از این سفر به سلامت باز کرده یک راست برود به میخانه. نذر نکرده که برود فرض کنید سر مقبره حبیب ابن مظاهر، از اینجور چیزها. بله، زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از راه به میخانه روم. تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوک، به در صومعه با بربط و پیمانه روم. آشنایان ره عشق گرم خون بخورند، ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم. بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگار، چند و چند از پی کام دل دیوانه روم. گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز، سجده شکر کنم و از پی شکرانه روم. خرم آن دم که چو حافظ به تولای وزیر، سرخوش از میکده با دوست به کاشانه روم. به به، بسیار بسیار عالی. خدمت شما عرض کنم که کتابی که در دست من است در اینجا، این کتاب 120 روایات است از دوست فاضل بزرگوار آقای مهری. سالیان دراز در واقع فکر کنم بر روی هم 13-14 سال شاید بیشتر شد که ما در خدمت دوست محترم بودیم و چند سالی رو من میرفتم خدمتشون و از منزلشون در سنتا مونیکا به اتفاق میرفتیم به رادیو و در اونجا مصاحبه های ایشان که تمام شد، آخرین مصاحبه با من بود و وقتی کار انجام می شد باز ما با اتفاق باز می گشتیم و من ایشون رو می رسوندم و می آمدم منزل. این رفت آمد و این در واقع مصاحبت خاطره و خاطره های دلاویزی است از در واقع مصاحبت این دوست بزرگوار آقای مهری رو فکر میکنم همه شما بشناسید و کسی هم نیست که نشناسد در طی این سالها با مصاحبه های بسیار بسیار عمیق و مفید.
و ترجمه های بسیار بسیار مفید با قلم بسیار بسیار توانا. آقای مهدی از شخصیت های فرهنگی طراز اول هستند واقعا. و در واقع این کتاب 120 روایت هست، یکی از کار ایشان هست که تجدید چاپ شده و من توصیه میکنم که شما با آقای مهری زنگ بزنید و این کتاب رو سفارش بدهید. هر مقالی از این کتاب دنیایی است و من به موقع خود از این مقالات خواهم خوند قطعاتی. شما با سبک نگارش دوست فاضل محترم آشنا بشوید، بعد در باب صحبت میکنیم. تلفن آقای مهری 310-207-1969 هست، 310-207-1969. بعد در باب این کتاب بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب و همدالله ولو نه کار تحریم ها به پایان رسید. خدا رو سپاس، باید جشن بگیریم، جشن بگیریم، در خیابان ها بریزیم، بوق بزنیم، گلبارون کنیم، جشن بگیریم آقا تحریم ها برداشته شد. اینها یک نفر نیست که در سرتاسر این مملکت جرأت اون رو داشته باشد که آقا چه کسانی ما رو در این چاه انداختن، این هزینه های سرسام آور که کشور رو دوچار ورشکستگی کرده. و من به شما قول شرف میدم که این پولی هم که اینا خواهند گرفت که 130 بیلیون دلار هست به هیچ جا نخواهد رسید، چون یه اقتصاد ورشکسته بدون زیر ساخت، بدون برنامه، با پول نقد به جای نخواهد رسید. تنها کسانی که بایستی جشن بگیرن یک بیت رهبری است، پدر و پسر، دو سپاه پاسداران است، این شکم گنده ها که به همه چیز اینها شبیه هستند به جز نظامی، و روسیه و اسلحه فروشی و حسن نصرالله و عرض کنم که اسد. اینها باید جشن بگیرن، چون چیزی از این داستان، هیچ کلاهی از این نمد برای مردم نخواهد بود، چون که نبوده است. آقا در کشورهایی که حساب کتاب دارن، که قانون دارن، که مردم حاکم هستن، که آقا شما چه کاری بود شروع کردید؟ این پولهای مردم رو شما چه کردید؟ این دستگاه آب سنگین عراق که به راه انداختید، شما این بیلانش رو برای مردم بیاورید نشان بدهید چند بیلیون دلار صرف این کار شد که حالا پر سیمان است، کجا رفت؟ به چه دلیل رفت؟ چه کسانی مسئول هستند؟ مسئول این خسران بزرگ اقتصادی چه کسانی هستند؟ هیچ کس جواب نمیده. بیاد داریم اون 3 یا 4 بیلیون دلار که دزدی شد، نهایتا عکس 4 تا کله نشون دادن از پشت که اینها مجرمین هستن، داریم محاکمه میکنیم. هویتشون چی بود؟ که بود؟ که بودن این آدم ها؟ چه ارتباطاتی داشتن؟ چه ارتباطاتی سبب شده بود که اینها بتوانند به این پول کلان دست در واقع پیدا کنند؟ هیچ کدوم از اینا نیست. در سیستم دیکتاتوری هیچ کس جوابگو نیست، هیچ کس جوابگو نیست، به جهت اینکه زور در دست یک نفر هست و یک نفر قانون هست، یک نفر فرمان روا هست و بقیه هم هیچ کاره هستن. در قدیم رعایا میگفتن، امروز هم امتی ما، امت، امت که حق سوال از امام نداره. که مثلا میآوردن علی شریعتی میگو مگر بیمار از پزشک حق سوال داره؟ نه، پزشک حق سلامش باشه انجام میده. بله، یه چند تا زندانی هم بی تقصیر
گرفتن زندانی کرده بودن، دادن چند تا زندانی به تقصیر رو که اینها گرفته بودن که قاچاقچی تکنولوژی بودن از این کارها، اینا رو پس دادن و الحمدلله والمنه همه چی رو به راه شد. و عرض کنم که حتما دستور جشن هم خواهند داد. بله، همه کار ما درست شد، همه کار ما درست شد. میخوام خدمت شما عرض کنم پلی‌تکنیک ایران که باز شد در زمان میرزا طی‌خان امیرکبیر، دارالفنون ژاپن اساساً از این چیزها خبر نداشت. 17 سال بعد از باز شدن دارالفنون یک مدرسه فنی در ژاپن باز شد. حالا شما بیایید مقایسه بفرمایید ژاپن رو در سطح جهان به لحاظ اقتصادی با ایران ما. پمپ بنزین، جنگ بر سر پمپ بنزینه که چه کسی اون لوله نفت رو به دست بگیره و شروع کنه به فروش. هیچ کاری برای مملکت نکرد. هیچ کار سازنده اساسی که راهی به آینده داشته باشد و بتواند در سطح بین المللی آوایی و صدایی داشته باشد و از اهمیتی برخوردار باشد، از هیچ جهت و در هیچ راه ما به دست نیاورد. دلیل استبداد، دلیل استبداد. حالا در واقع این استبدادهای گذشته استبداد بود، ولی حداقل ایرانی بودن، آقا از قبیله ایران بودن. اینها مردمانی دیگرند. من میخوام خدمت شما عرض کنم که این کشور عزیز ما ایران با این تاریخ دراز مدت بنیانگذار دولت در واقع کوروش کبیر بوده که هرگز نزدیدش نیامد، نه بین اولیا آمد، نه بین انبیا آمد، نه بین پادشاهان آمد، نه بین حکمرانان آمد. هیچ کس نزدید کوروش کبیر در تاریخ بروز و ظهور نکرده. حکومت ایرانی، امپراتوری ایران، و بعد در این دوره باستان ما حمله اسکندر رو داریم. اینا آمدن صد چند سالی سلوکی ها میگوییم در تاریخ اینا آمدن، اما در فرهنگ مملکت مزمحل شدن و از میان رفتن و ایران همچنان ایران مان، ایرانی همچنان ایرانی بود. بعد ما میرسیم به سلسله دراز مدت عرض کنم که اشکانیان، یه قریب 600 سال که واقعا دهاقین خراسان بودند، اینها که جارو کردند باقی مانده تشکیلات اسکندر رو، و بعد حکومت کاملا ایرانی ساسانیان رو داریم و اعراب رو داریم. اعراب که آمدن در واقع شیرازه مملکت از هم پاشید، هر دوزی از هر جا حمله کرد به این مملکت، به خصوص از طرف خراسان، دوزان آسیای مرکزی. اسلام هم به دهنشان مزه کرده بود، کاملا با ساختار زندگیشون و وضعیت معیشتی اینها همخوانی داشت. یعنی کار اینها دزدی و غارت بود. اسلام هم گفته بود مسلمان ها میتوانند دیگران را غارت کنند. خیلی به دلشان چسبیده بود. در واقع احادیث آوردن که این اسلام رو ترک ها نگه خواهند داشت. منظورم آسیای مرکزی های زردپوست هست. این ها می آمدن با تربیت بیابانی و خوی وحشی. شما بین اینها آدم های پیدا میکنید که خونخوارترین و جرارترین آدم های تاریخ بودن، مثل چنگیز خان، مثل تیمور لنگ، مثل آتیلا. حالا آتیلا ایران نمد، از اون پشت اروپا. اینا می آمدن با همون خوی وحشیگری شروع می کردن به سر بریدن، مناره ساختن،
طاقت تحمل دیدن شهر و ساختمان رو نداشتن. این آدم های بیابانی بودن، خراب میکردن. بعد از این مدتی این ایرانیان فاضل میامدن میگفتن آقا شما چرا خراب میکنید، این کشور دیگه به دست شما افتاده، اینجا مال شماست. الان میگفت راست میگی، قانع میشد. خب حالا چه بکنیم؟ حالا باید آبادی بکنیم دیگر. اینها میامدن بعد از کوتاه مدتی خوی ایرانی میگرفتن، یعنی عمق این فرهنگ در واقع رقت و دقتی که در کار این فرهنگ هست، زیبایی هاش، خلق و خوی در واقع دلاویز ایرانی و اخلاق ایرانی در اینا اثر میکرد. اینا از ایرانی ایرانی تر میشدن. چه کسی میتواند باور کند که نوه تیمور لنگ که خونخوارترین و جرارترین آدم های تاریخ بوده، شاهزاده بایسان قرمیرزا میتونه باشه که دست خطش هنوز در در ورودی همین تشکیلات حضرت سامرالائمه هست؟ استاد بزرگ خط، هنردوست. این همون کسی است که در زمان او کتاب‌های بسیار بسیار نفیس ساخته شده از شاهکارهای عالم، یکیش هم شاهنامه بایسون غوری است که می‌دانی. سعدی فرمود چو باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگون رها کرده خوی پلنگی. خوی ایرانی می‌گرفتن و بعد شروع میکردن از این سرزمین دفاع کردن. مثلا امپراتوری سلجوقیان کم را اینا که ایرانی که نبودن، آدم هایی مثل سلطان سنجر، ملکشاه، آل برسلان، با رومیا جنگ ها میکردن، پیروز میشدن، کشور را نگه میداشتن، عزت این سرزمین رو در واقع پاسداری میکردن. بیگانگان هم بودن، ایرانی نبودن. و از هر گوشه جهان که بودن می آمدن و ایرانیت ما و عزت ما بر جای می بود. همواره در طول تاریخ تا می رسیم به دوران صفویان و دوباره با ساخت ایران و امپراتوری بزرگ صفوی که متاسفانه دچار خرافات شیعه‌گری شد و به اون فضاحت از تاریخ بیرون رفت. مقصود از بیان این مطلب آن است که این گروهی که امروز حاکم شدن از قبیله ما نیستند و اینها دشمن ایرانیت ما هستند، دشمن این فرهنگ هستند و اینها گام به گام در این راستا، در واقع که راستای براندازی این فرهنگ و اون چه رنگ ایرانی دارد، ببیشه اون چه از ایران باستان باقی مانده و به ایران غیر اسلامی مربوط است، اینا قدم به قدم کمر بستن برای انهدام آن و میخواهند نهایتاً این ایرانیت رو حذف بکنن و از صفحه تاریخ پاک بکنن، یک امتی ذاکر حسین به وجود بیاورن با این لباس های عربی که به تن ایناست، که نه که لباس عربی اشکالی داشته باشه نه، ولی خب اینا لباس ایرانی نیستن، ایناست، اینا ایرانی، ذهنیتشون نه ذهنیتشون ایرانی است نه لباسشان ایرانی است، نه خلقیات ایرانی دارن. آخوند که خلقیات ایرانی نداره آقا، به محض اینکه رفت این فیضیه و شش ماه موند اومد بیرون یک چیز دیگه است. عرض کردم بارها خدمتتون، می شود ضد بشر، ضد ایرانی. اینا اگر توانسته بودن تا به امروز خشت در خشت در واقع نمی گذاشتن از اون چه از در واقع اجداد بزرگ و بزرگوار ما بر جای مانده در پهنه ایران زمین نمی گذاشتن. حکومت را هم که به دست گرفتن ماشاءالله، شما هر جا نگاه کنید
یا آخونده یا بچه آخونده یا داماد آخونده. هزار فامیل هم پیوستگی هاشون درست مثل پیوستگی های صدر اسلام میمونه. این دختر اونو گرفته، اون خواهر اینو گرفته، این دو تا دخترشو به این داده، اون یکی نمیدونم عمهشو رو برده به اون یکی این داده. و این مافیای آخوندی کاملا شباهت دارد به صدر اسلام، درست مثل این که ما بازسازی کرده باشیم صدر اسلام رو و شخصیتاش هم در نظر بگیریم، میبینیم که مناسباتشون هم همون گونه است، رفتارشون هم همون گونه. مملکت رو به غنیمت گرفتن، به غنیمت گرفتن. در واقع همون حرفایی که عربا میزدن، عربا بسیار بزرگوارتر بودن، بسیار بزرگوار بودن بابا اینا در مقایسه با اینا. حالا آمدن امت که قابل و لایق این نیست که ما بگوییم پولت بخوام چیکار بکنیم، که آب سنگی بسازیم. در فردو و نمیدونم در اصفهان و در ده ها جای دیگه تأسیسات و تشکیلات اتمی بسازید که ما اتمی بشویم اینجا و قدرت منطقه بشویم، ولی غافل از گردش روزگار. این 4 دلار پول نفت همه رو مست کرده. دیکتاتوری های قدیم و دیکتاتوری جدید مست این 1000 دلار پول نفت شدن، غافل از این که همه این فروش نفت به اندازه یک کورپوریشن کوچیک آمریکایی نیست. اینقدر عربده نکشیم بابت 4 دلار پول نفت. کل قضیه به اندازه غذای سگ و گربه نیست. یکی پس از دیگری به محض اینکه این 4 دلار پول چیز نفت آمد مست شدن. فکر جهانگیری و اون یکی نمیدونم تحقیر دیگران و اینا نمیفهمن و اروپایی ها چه میفهمن. و عرض کنم که آقای خمینی اسرائیل رو بریزیم به دریا و امریکا رو چنین کنیم و نمیدونم راه قدس از کربلاست و اینا، همه بابت این 4 دلار نفته. و با تکیه بر این نفت اینا آمدن این نفت فروشی کردن و خوردن. نفت میفروشیم گندم میخریم، نفت میفروشیم نخود میخریم، نفت میفروشیم سیر و پیاز میخریم، نفت میفروشیم ماشین میخریم. حالا تکلیف ایران بی نفت چی میشه؟ این نفت که دائم نیست. من یاد دارم در منطقه لالی و انبر، اونجا در خوزستان نزدیک مسجد سلیمان، بوق که میزدن هزارها کارگر میرفتن سر کار، نفت تموم شد، چاه خشکید آقا، مثل مخزن دیگه، هیچ تمام شد، کارگره رفتن و بیکار شدن، از کار سالی دو ماه شدن و غیره. و ذالک بلدوزر هم آوردن خانه هایی که ساختن خراب شده بودن، گفتن دیگه نفت نیست اینجا، چون نفت نیست دیگه نیازی به تأسیسات نیست، تمام شدنیست، نفت تمام شدنیست. ولی با تمام شدن نفت ژاپنی مشکلی نخواهد داشت، آلمانی مشکلی نخواهد داشت، یه چیزی جانشینش میکنه و اقتصادش هم درخشان نگه میده. ولی عربستان سعودی میخواد چه بکنه بدون نفت؟ یک مشت خاک نداره این سرزمین، یه مشت خاک که شما بتوانید یه گل سرخ باش درست کنم که رشد بدی، نده. یه عده خوشحال شدن که بله تحریمات چی شد، خیلی خب تحریمات چی شد، برداشته شد، قرار از چه بشود؟ کشوری که با فساد داره اداره میشه، کشوری که در واقع بدون
رأی ملت داره حکومت میکنه و از پلیدترین نوع دیکتاتوری هاست که رویه دموکراتیک هم به خودش میگیره و نمیذارم از این داستان ها مثل نمیدونم انتخابات و اینها که همه مسخره است و واقعا خنده آور، به اینجا نخواهد رسید، به هیچ کجا نخواهد رسید، چون هر جا که دیکتاتوری هست فساد هست و اونجایی که فساد هست کار پیشرفت نخواهد کرد. بله، در این دوره های جدید کشورهای جهان سوم با سرمایه گذاری های دنیای جدید اقتصادشون رو رشد دادن، مثل چین. حتی بعد از جنگ دوم که همه دنیا خراب بود، با سرمایه های آمریکا بود که فرانسه و انگلیس و ژاپن و آلمان اینا باز بازسازی شدن. این است که با این شرایطی که حاکم هست که یک کسی بخواد بره اونجا سرمایه گذاری کنه، خانوادهش رو بخواد ببره، خانوما رو بکنه در گونی و برود، میگوید آقا ما عطاشو به لغاش بخشیدیم، ما به جایی که برویم ایران سرمایه گذاری کنیم میرویم هند سرمایه گذاری میکنیم. کما اینکه داره اتفاق میفته. یه روز با یک دوستی صحبت میکردم که از چین زنگ زده بود و خیلی شاکی بود از وضعیت اخلاقی چینی ها و میگفت که سرمایه گذاران بزرگ آرام آرام سرمایه ها رو دارن میبرن هندوستان. بله بله، با درود بر شما هموطنان گرامی. مثل که چند ثانیه اینترنت قطع شد و ما با تأخیر خدمت شما هستیم. خواستم به عرض شما برسانم که روز 31 ژانویه بین ساعت 3 تا 5 ما در پترولیوم کلاب هستیم، در شماره 100 نورت برادوی، شماره 3400 اوکلاهاما سیتی، اوکلاهاما. تلفن اطلاع 405-760-2637. آقای فریدون علوی دوست عزیز و قدیم به شما جواب خواهد داد. بله خب، از ببینید امروز قبل از اینکه وارد غذای دیگری بشویم، عرض می شود که ما یک چند مقالطه عرض شود که اونچنانی ما خدمتون معرفی کنیم. ببینیم که در جمع مقالطات کدوم ها از اینها مغلطش شدیدتر و قویتر است. بله خب، مغالطه در لغت به غلط افکندن است در واقع، و قیاس فاسدی است برابر تعریف که منتج به نتیجه صحیح نمی شود. این تعریف مغالطه است. و خدمت شما عرض کردم که می شود که یک کشوری با یک مغلطه سقوط بکند و طریق انحطاط طی کند و به طور کل ممکن است منهدم بشود، کما اینکه هیتلر با این مغالطه که نژاد آریایی برترین نژاد هست و ما بایستی دیگران رو به اسارت خود در بیاوریم و جوامع رو تقسیم کرده بود به نژاد برتر یعنی نژاد آریایی و نژاد فروتر و اینها بایستی اسرای ما باشن، برای ما کار بکنن، افتخار هم بکنن، از اینجور داستان ها. و با همین یک مغلطه
یک کشور بزرگ صنعتی دانشی رو به دنبال خودش کشیده بود و اون کارها رو کرد و جنگ دوم رو در واقع آغاز کرد. حالا من وارد قضایی نمیشم که بسیاری از ایدئولوژی هایی با طول و عرض خیلی خیلی زیاد و با رویه علمی ظاهرا خیلی خیلی شایسته با یکی دو مغلطه که در اون بوده دنیا رو به خرابی برده و به جایی نرسیده و به جایی نرسیده که اینها حالا در سطح خیلی بالاست. خدمتون عرض کنم که ما اینجا مقالطاری داریم که روزمره اینا رو به کار میبریم. یک مغلطه ای هست که اساسش بر عدم اثبات از سوی طرف مقابل هست. مثلا میگوید که آقا فشار قبر وجود داره ها، حواست باشه. میگیم به چه دلیل؟ میگه هیچکی ثابت نکرده که نیست. عجب حرف میزنی. آتش جهنم 24 ساعت مشغول سوزاندن کفار هست، به چه دلیل؟ آقا کسی ثابت نکرده که نیست. این ثابت نکرده که نیست دلیل آن نیست که هست. این خیلی خیلی مغلطه مشهوری است. ثابت کسی ثابت نکرده نیست. بنابراین عدم اثبات یک چیز دلیل اون نیست که اون صحیح هست. ما مثلا بنشینیم بگوییم که حتما آدم های هستن در کرات دیگه دارن زندگی میکنن به جهت اون که کسی ثابت نکرده که نیست. این یک مغلطه عرض میکنم که خیلی رایجیست. مغالطه داریم به نام مغالطه یک تن. مغالطه یک تن یعنی یک نفر، و اون این است که ما بگوییم که مثلا فرض بفرمایید آقای آلبرت اینشتین فیزیکدان بود، فیزیکدان خیلی معروفی بود، و او میگفت که خداوند وجود داره و مثلا در طبقه هفتم آسمان هست اینا، و متکی میشویم به اون، به اون حرف اینشتین. در حالی که اولا که اینشتین همچه حرفی نزد، دوم این که ما در واقع اینشتین رو فیزیکدان میشناسیم و صلاحیت امور غیبی رو کسی به آقای اینشتین منتسب نکرده که حالا بیاد از غیب هم حرف بزنه، در جاهایی که نیست بخوان راجبش صحبت کنه. اما چون آدم مشهوری است ما به صحبت او استناد کنیم و بگوییم اون چنین حرفی رو زده. بله، صلاحیت یک تن. این صلاحیت یک تن 1000 سال یا بیشتر اروپا رو به سیاهی برد و اون صلاحیت ارسطو بود. وقتی که وارد دانشگاه می شدید، که این دانشگاه اروپا بعضی اینا خیلی قدیم هستن، می گفت فیلسوف می گوید که مثلا زنان 25 تا دندون دارن. مثلا این بابا به عوض این که خانمش صدا کنه ببینه خانم چند تا دندون داری، قبول کرده بود که حرف ارسطو درسته و هر کس مخالف حرف ارسطو حرف میزد دیگه کارش تمام بود. ارسطو شده بود در واقع معیار و استاندارد علم و معرفت در جهان. حالا انجیل بماند که اون دیگه از طرف خدا آمده،
و البته ارسطو شخصیت بسیار بزرگی بوده، قافل سالار علم بوده، سبب پیدایش در واقع سبب تحریک تفکر نوع بشر بوده، حقیقتا مغز بزرگی بوده، اما در باب جهان هستی و در خیلی موارد دچار اشتباه شده بوده. مثلا میگوید دود به هوا می رود بدون جهت است که این از جنس هواست، سنگ که رها میکنی به زمین میخورد به خاطری که از جنس زمین است. عرب هم از اون گرفته است که کل شیان یرجع الی اصله، این هر چیز به اصل خودش رجوع میکنه، در حالی که اینطور نیست. دود به هوا میره به جهت اینکه وقتی ما هوای سرد رو گرم کنیم حجمش زیاد میشه، وقتی حجمش زیاد شد وزن محسوسش کم میشه، وقتی وزنش کم شد میره بالا، بنابراین هوای گرم هم میشه میره بالا به خاطر اینکه وزن محسوسش کم شد. سنگ هم که به دست میگیریم راهش میکنیم میفته به زمین بدون دلیل است که بین دو جرم جاذبه هست، این نیروی جاذبه زمین است که سنگ رو به خودش جذب میکنه. بنابراین اگر شنیدید که گفت آیت الله العظمی فلانی چنین چیز رو گفت، این رو به عنوان مغلطه یک تن شما به حساب بیاورید و نپذیرید. بعد از یک تن میرسیم به مغالطه صلاحیت جمع. مغالطه صلاحیت جمع، مثلا آقا فیلم رمبو رو دیدی؟ نه. فیلم رمبو، فیلم رمبو بسیار فیلم بدیه. این آقای سیلوستر استالون بسیار هنرپیشه بدیه، من نمیرم فیلم رمبو رو ببینم. میگه آقا برو ببین چه خبره، در تمام آمریکا صف کشیدن که برن فیلم آقا رو ببینن، تو میگی بده؟ یعنی تکیه بر تعداد، تکیه بر تعداد مغلطه است. ممکنه همه دنیا اشتباه بکنن، یک نفر راست بگه، کما این که همه جهان که حالا خواهم گفت پیروی میکردن از نظام نجومی بطلمیوس، در حالی که یک کوپرنیک آمده بود میگفت اینطور نیست. بنابراین اون چه جامعه بهش علاقه مند هست و یا اون چه جامعه اون رو قبول داره الزاماً صحیح نیست، ممکنه یک نفر درست بگوید کل جامعه غلط بگوید. اینو بهش میگوین مغلطه تشبس به جمع. مثل خودمون، آقا یه امام زمان هم ظهور کنه ما نجات پیدا کنیم. آقا امام زمان کدومه؟ کدوم امام زمان؟ کدوم ظهور؟ این مزخرف چیه تو میگی؟ مگه عقلتو اجاره دادی؟ آقا 100 میلیون شیعه منتظرن، تو یکی آمدی اینجا میگویی خبری نیست؟ صد میلیون نفر منتظرن، یه عده اسبار زین کردن و بردن بیرون از شهر، کمه که در کاشان و سبزوار قوم و اینا چندین برای چند قرن اسبا رو زین میکردن، یه اسب زیبا پیدا میکردن، گل منگولم بهش آویزون میکردن، امام زمان ظهور کنه سوار اسب بشه. شما فکرشو بکنید آدم فقط چقدر عقلش رو واسه اجاره داده باشه که هم چیکاری بود. تشبس به جمع، این یک مغالطه است. تشبس به جمع، بله. یا اینکه زمانی که خمینی آمده بود اینا، یه آمده بودن که موی این محترم لای قرآن عکسش هم تو کره ما دیده میشه. شما فکر کنید
یک مردم تاریخی با این گنج عظیم معرفت که زیر پاشه اینقدر عقلش رو به کار نمیندازه که آخه عکس یه آخوند کره ما چی کار میکنه؟ برای چی عکس آخوند تو کره ما؟ مشلای قرآنه. خب به طور طبیعی از کله هر کسی 30 تا 40 تا مو در روز میریزه. شما برو یه کتابی که لای پلاستیک از کتابخونه یعنی چاپ شده اومده نو نو باز کن ببینم که پشم کسی اونجا هست. بزرگترین گرفتاری ما خرافات که از استبداد در واقع اینا با هم کار میکنن. ما با از میان بردن استبداد میتوانیم خرافات رو هم از میان برداریم. استبداد سرچشمه همه بدبختی ها و همه گرفتاری های ما مردم ایران. فرض کنید استبداد نباشه، بیان آزاد باشه. فرض کنید آقا 4 روز بلنگوها باز، بیان آزاد، میان صحبت میکنن، میگن آقا کسانی که میگن امام زمان هست اون صبح نشینن، اون عدهی هم که معتقد نیستن این صبح نشینن با هم مناظره کنن. خب بینندگان هم نگاه میکنن. این مباحث که مطرح شد عقلها هم تحریک میشه، رفته رفته این خرافات از صحنه جامعه برچیده میشه. آخه این چه صحبتی است؟ امام زمان قرار ظهور بکنه؟ کدوم امام زمان؟ برای چی ظهور بکنه؟ کجا هستش که ظهور بکنه؟ برای چه غایب شده که ظهور بکنه؟ اینا بدبختی ماست. حالا ما از ما مغلطه تشبس به یک نفر داشتیم، تشبس به جمع داشتیم، تشبس به تعدادی در این میانه قرار میگیره این مغالطه. یعنی که میگوید که ما راجع به خر دجال بحث بود چند شب پیش در خدمت حضرت آیت الله العظمی مرعشی بودیم، ایشون فرمودن خر دجال که پیدا شد 6 کیلومتر طولشه، 3 کیلومتر بلندیشه و دجال ملعون درست پیش از ظهور حضرت ظهور میکنه، چشمش هم وسط کلشه. اینجاش هم نوشته کافر. خب آقای جناب آقای موسوی اردبیلی هم بودن، آقای گلپایگانی هم بودن و این دو دیگه هم اسم میبره، اینا بودن. این میگن تشبث به فیو، یعنی چون اینها صاحب اسم آیت الله هستن، این 4-5 نفری که من اسم بردن، بنابراین اینها برگزیدگان هستن، الیت فکری جامعه هستن، راجع به پایان خر دجال این رو گفتن، پس صحتش حتمیه. یه آخوندی بغل گوشی کریم خان زن از این حرفا میزد. کریم خان که مدرسه نرفته بود و یک مرد آزاده بود، یک لور آزادی روشنبینی بود، با پاش آخون از این دروغا اینجا نگو، این حرفا رو نزن. گفت چطور؟ گفت اول این که این پالونی، این اولاغی که تو میگی که دجال سوارشه، در کدام کارخانه ساخته میشه که 3 فرسخ طولشه، 1 فرسخ بلندیشه؟ دومی که خیال ما راحته، در این شیراز ما هیچ مشکلی نداریم. گفت چطور؟ گفت به جهت این که این خری که تو میگی بعض اعضاش گیر میکنه به این کتل پیرزن و گیر میکنه نمیاد اینجا، خوش بره بیرون از این لا تا لا نگو. خب پس در مقابل
عرض کنم که مغلطه یک نفر، یعنی تشبث به اتوریته، اتوریتی یک نفر، جمع و فیو. فکر کنم اینها رو خدمتون نگفته بودم. و مغلطه تشبث به ترحم، یه قاتلی رو میبرن، این نفر رو کشته، میبرنش پیش قاضی، حالا اگه قاضی باشه دادگاه تشکیل شده و اینا، یه به من رحم کنی، من زن و بچه دارم، من 6 تا بچه دارم، از اینجور داستان ها. این مغالطه است. شما 6 تا بچه داری یا 8 تا بچه داری هیچ ارتباط به جنایتی که کردی ندارد. و این البته یکی از شیوه های قدیم هست. وقتی که این فدایان اسلام رو آوردن محاکمه کردن در دادگاه نظامی، آخرین دفاعشان این بود که ما سید اولاد پیغمبریم، به ما رحم کنیم. اون رئیس دادگاه که فرد نظامی بود گفت آقا سید احمد کسروی هم سید بود، سید علی محمد باب هم سید بود، شما بهشون رحم کردین، ما به شما رحم بکنیم. همطور درست زد. خب یه مغلطه خیلی خطرناک داریم که باید مواظبش باشیم، تشبث به عواطف اجامر و اوباش. این اوباش بیچاره ها خب تقصیری ندارن، این اوباش بودنشون حاصل شرایط جامعه بوده، اما به هر صورت این گروه که ماب هم میگویند به زبان انگلیسی، یعنی کسانی که از احساساتشون در تحت تاثیر احساسات هستن، اینا عقل تحلیلگر ندارن و تعصبات شدید دارن، به خصوص تعصبات شدید مذهبی، و برانگیختن اینها بسیار خطرناکه، بسیار خطرناکه. آخوند و ملا در واقع اسلحهش همین اجامر و اوباش بودن، کسانی که سعی در کنترل جامعه داشتن، اینها از اجامر استفاده کردن، نگاه میکردن ببینن در جامعه اطراف اینها سیاهترین بعد، سیاهترین بعد شخصیت این آدمای کم عقل و اجامر چیست. اگر که محیط محیطی بود که مثلا فرض کنید محیط فقیری بود و دزدی و سرقت و گرفتن مال مردم، اینها سیاهترین بود شخصیت آدم ها اون دوره بود، اون عمل رو تشویق می کردن، اراذل الناس رو جمع می کردن و اون کار رو آزاد می زاشتن، چون می دانستن که ضعف اینها در اینه و علاقه اینها در این داستان است، و سر گردنه ها رو می گرفتن و همون داستان ها که هزار بار خدمتون گفتم. در شهر ما چند خانواده یهودی زندگی می کردن و چند خانواده بهایی، در کشور کوروش، در کشور زرتشت، ما دوچار چه انحطاط تاریخی شدیم. ببینید چه دیوارهایی آدمهای، یعنی شهروندان یک کشور تاریخی را از هم جدا میکنه. دسته سینه زنی میامد بیرون. اون روزگاری که این چند روز بود که ماه محرم بود، تن این اقلیت ها میلرزید، درها رو میبستن، چراغا خاموش، یا اصلا ترک میکردن شهر میرفتن بیرون، چون معلوم نبود وقتی که شور حسینی این اجامر اوباش رو گرفته بود، علم و کتل حسینی به پا کردن، حالا مقابل خونه یک یهودی اگر رد میشن، اگر که اون آخون گفت این یهودی کافر چنین، نریزن و خونه رو آتیش نزنن و ساکنینش رو به قتل نرسونن، کما این که ده ها بار این اتفاق افتاده.
یا این بابی فلان فلان شده اینجا داره زندگی میکنه، ایها الناس بریزین. اجامر اوباش، کشورهای مدرن نیروی پلیس برای آن است که جلو احساسات فرومایه این اجامر گرفته بشه، چون آدم های درست هم که جرمی انجام نمیدن. در کشور امروز کشور ما سرمایه گذاری دولت روی بیعقلی همین اراذل اوباش هست. من آیندگان را نمیخوانم، مثلا آقای خمینی فردا اجامر اوباش میریزن چه میکنن؟ کسی اونجا هست میزنن میکشن، آتش میزنن که این روزنامه نباشه. اهالی مدینه مکه در واقع مسلمان ها که جمع شده بودن گفتن اراذل الناس. خب این چند مغلطه رو خدمتتون امروز معرفی کردم. آرزوی من هست که این کتاب مغالطات تمام بشود، یک روزی چاپ بشود. و به آرزوی من این است که میتوانستم در بزنم یکی یکی در منازل هموطنان رو در ایران، یکی 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 نسخه مجانی خدمتشون تقدیم کنم. وقت ما بسیار نیست. تلفن رو میتونید اعلام کنید، سرزمین جاوید شیم با هموطنان صحبت کنیم، شاید باشن هموطن بتوانیم گپ بزنیم، وگرنه از کتاب شخصیت محمدی یا حل اون راز مقدس برای شما مطالبی خواهم خوند. تلفن رو اینجا سرزمین جاوید 972-292-0101 هست، لطفا اعلام کنید اونجا که ما بتوانیم با هموطنان صحبت کنیم. خب اینجا یک بحثی هست، مسائل تشویق کننده و تحریک کننده برای جهاد. امروز جهان دچار مکافات این جهاد شده. جهاد یعنی خشونت، یعنی آدم کشی. جهاد یعنی امری رو بهانه کردن و خشونت به خرج دادن و غیر خود رو از میان برداشتن و خونریزی. خلاصه این جزء لاینفک آیین اسلام هست که شما بهتر از من میدونید. میگوید جهاد در لغت به معنی بذل توانایی و از جهد مشتق می شود، یعنی طاقت و توانایی، و این کلمه بعدها برای جنگ در راه برافراشتن پرچم اسلام و اطلاع نام الله به کار رفت. در قرآن گفته می شود جاهد العدو، یعنی با دشمن بجنگی، و این یک اصطلاح قرآنی است. اعراب زبان محمد چه بیابانی و چه شهری فرق چندانی با یکدیگر نداشتند و شهرنشینان امتیاز چندانی بر ساکنان صحراها و چادرنشینان نداشتند، مگر به اندازه این ناچیز و بی‌اهمیت. و آشکار است که مردم صحراها در همه زمانها و نزد همه ملل از روح جوانمردی و شجاعت خاصی برخوردارند. بارها گفتم خدمتتون. و به هنگام سختی بسیار صبور و پایدار می باشند و زندگی نزد اونها ارزشی را که نزد شهرنشینان متمدن دارد ندارد، و از این رو مردمی جنگجو و بیباک می باشند و از جنگ و مرگ واهمه ای ندارند. اینها در واقع مشخصه های مردم عرب زمان محمد در جزیره العرب بود، و اکنون چنانچه به این مشخصه ها مسائل تشویق کننده دیگری که محمد برای تشویق و ترغیب آنها به جنگ بر آنها عرضه می کرد اضافه گردد، دیگر جایی برای تعجب از برتری نیروهای محمدی
در اغلب رویارویی ها و نیروهای دشمن باقی نمی مانند. محمد مسلمانان را با دو چیز تشویق و ترغیب به جهاد در راه خدا می کرد. یکی غیبی و دیگری ملموس و حاضر، یا به زبانی دیگر یکی معنوی دیگری مادی. معنوی همان بهشت و نعمتهای بیپایان ابدی آن است که طبق توصیفهای احادیث نبوی و سوره های قرآنی شهادت بهترین و تضمین شده ترین و مطمئن ترین راه رسیدن به آن است، یعنی که انسان در راه خدا کشته شود. از این رو شهادت مهمترین تشویق کننده جهاد به شمار می رود که همین امروز هم بعد از رفتن به بهشت به طور روزمره دختر، پسر، جوان تی ان تی رو به بند خودش میبنده که برود به بهشت. بله، اکنون میپردازیم به بعضی از احادیثی که در این زمینه از محمد روایت شدن. پیامبر گفت شهید نزد خداوند مشخصاتی دارد، با ریخته شدن نخستین قطره های خون او همه گناهان او بخشیده میشه و جای خود را در بهشت میبیند و به زیور ایمان مزین خواهد شد و با حورالعین ازدواج خواهد کرد و از عذاب قبر معاف میشود. اینا همش مغالطه است، از یه الف تا یه مغلطه بیهوده است. و با بله همچنین از هول وحشت اکبر در ایمن میماند و بر فرق سرش تاج وقار نهاده می شود که یک دانه یاقوت آن گرانبهاتر از همه دنیا و دارایی های آن است و 72 حورالعین به همسری او در خواهند آمد و شفیع 70 نفر از خیشان خود خواهد شد. پیامبر به جابر ابن عبدالله که پدرش شهید شده بود گفت آیا برایت فاش سازم اون چرا که خداوند به پدرت گفت؟ گفت آری. پیامبر گفت خداوند با کسی سخن نگفت مگر از پس حجابی، ولی با پدرت رو در رو سخن گفت و به او گفت ای بنده من، هر آرزوی داری از من بخواه که به تو خواهم داد. گفت پروردگارا مرا دوباره زنده کن تا باری دیگر در راهت کشته شوم. فرمود قبلا حکم کردم که کسی مجددا به اون باز نخواهد گشت. گفت پروردگارا این را به آنانی که از پس من می آیند ابلاغ فرما. و پس این آیه نازل شد ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا یا امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، یعنی کسانی که در راه خدا کشته شدند مرده مپندار، آنان زنده هستند نزد پروردگارشان، روزیشان را می خورند. چلو کباب، قرم سبزی میخورن نزد خدا شهدا. در مسند ابن حنبل آمده است بهترین شهیران اونهای هستند که به دشمن یورش میبرند و روی بر نمیگردانند تا وقتی که کشته شوند. اونها در بالاترین اتاقهای بهشت جا خواهند گرفت و خداوند بر روی اونها لبخند خواهد زد. و چنانچه خداوند به بندی در دنیا لبخند بزند از به حساب رسی نخواهد شد. همچنین در ناچیز و بی اهمیت جلوه دادن ترس از کشته شدن گفته شده است احساس شهید به هنگام کشته شدن همان احساس یک نیشگون است. و بسیاری حدیث های دیگر که می توان به آنها در کتاب های سیرت و صحاح و سنن مراجعه کرد. بله، یعنی هیچ زیانی و هیچ ضرری در این کار نیست، همش منفعته. بکشی میری به بهشت، کشته بشی میری به بهشت، تازه به وجه الله هم نگاه میکنی، روزی و رزقت هم اونجا میخوری، 72 حوری هم اونجا منتظرت هست. این گوی و این میدان. حالا خوشبختانه مردم ما
مثل بسیاری جای دیگه فریب این داستان رو در واقع در یک دوری خوردن، اما فکر نمی کنم امروز دیگر شما این جوان ایرانی بگوی آقا دینامیت ببند به خودت و بفرما میدان جنگ نمزنگ نمیزنه. بفرما قربان، قربان شما بفرمایید. آریا جان بفرما. من سوالم اینه که با توجه به اینکه کشور ایران یک کشور سنتی و تقریبا میشه گفت مذهبیه و ما مثل آلمان و فرانسه نیستیم که افرادی مثل روس و وولتر و هگل رو داشته باشیم، این انتظاری که ما داریم که جامعه ما بخواد مدرن بشه و خرافات دور بشه، این یه مقداری خیلی دور از چشمه به نظر بنده. من میخواستم نظر شما رو از این بپرسم، در مورد این موضوع بپرسم. خیلی ممنون، متشکرم. من قطع میکنم، گوش میکنم. قربونتون برم، ممنونم عزیزم. فرموندید روسو و نمیدونم دیگران، ما والا آدمایی داشتیم از روسو کمتر نبودن دوست عزیز. ما آخوندوف رو داشتیم، ما مراغی رو داشتیم، ما طالبوف رو داشتیم، ما بسیار کسان داشتیم که کمتر از اونها نبودن و شاید در سایه اندیشه اونها به روشنگری پرداخته بودن. آقا ما توقع زیادی نداریم، ما چه میخواهیم دوست عزیز؟ ما میخواهیم که حاکمیتی رو بر کار بیاوریم که حاکمیت ملت باشد. این نیاز به فیلسوف ندارد. مردم ایرانی رو فهمیده بودن در صد و چند سال پیش، حاکمیت ملت، حاکمیت قانون، قانونی که انعکاس خواست ملت بوده باشد، نه قوانینی که شما از لای کتاب‌های 1500 سال پیش بیابان‌ها و ریگزارای عربستان بیرون بکشید و بیاورید. مثل شلاق زدن آدم خجالت میکشه که در کشور شلاق بزنن مردم رو. حالا قدیم با شلاق میزنن که چرمی بود، با سیم بوکسل یا دست اره بکنن یا قصاص بکنن. اینا مایه آبروریزیه، متوقع زیادی نداره مردم، ندارن مردم عزیزم. بفرمایید. ما نباید منتظر روسو بشینیم و جان لاک بنشینیم و نمیدونم که جان استوارت میل و اینا که ما بخوایم یک عدالتی در این جامعه برقرار بشه. ما این کار انجام دادیم، قانون اساسی خوبی هم نوشتیم، مجلس خوبی هم داشتیم. اگر ادامه میافت این دموکراسی ایران، ادامه میافت به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر، ایران امروز کشور بزرگی بود و این شاید این همه شری که در خاورمیانه هست نیست. متاسفانه نگذاشتن. ببخشید نرسیدم به تلفن. فقط صحبت شما رو ما در اونجا میپسندم که الیت ما الیت سستی بوده. بفرما قربان. درود بر شما عزیزم، بفرما. در مورد تقدس، آیا تقدس رو هم میشه جزء مغالطات به کار بود یا خیر؟ چون تقدس من یه برند میدونم، برند رو روی هر مارکی، روی هر جنسی یه برندی میذاری، مثلا رولکس، دیگه نمیشه ایرادی برش گرفت. این تقدس هم مثل مثلا در مقدس آمون آمن الله حجج، درسته، هیچ ایرادی برای در و مثلا که دری در به کار برده شده میشه این چوب دری در نمیدونم دستشویی هم به کار. بله، تقدسش کجا؟ تقدس از نظر جناب عالی. بله بله، خیلی خیلی ممنونم، مرسی که وقتمون تموم شده. اجازه بدید ببینید که مقدس یک صفته دوست عزیز، صفته. بنابراین
گروهی بر اینن که فرض فرمایید که این آستان مقدسه یا اون محل مقدسه، این ارزش جهانی نداره، یه امر یونیورسال نیست، یه امر لوکال و محلی هست. شما بروید بعضی این کشورهای آسیا چیز شرق آسیا یا شرق دور، سوسمار مقدسه. سوسمار یعنی همین کروکودیلا ها میگوین این دنیا رو این خلق کرده و این مقدسه. ما میگوییم که فرض فرمایید که هر جا که این سادات بودن که از نسل پیغمبر اسلام بودن، واقعا اینا امور جهانی و هیچ حقیقتی در اینها نیست، اینا امور محلی هستن. در واقع اینها عقیده هستن، اینا مبتنی بر حقیقت نیستن. هر ملتی هم از این چیزها دارن. وقت ما هم به پایان رسید. خیلی از شما سپاسگزارم که توجه فرمودید. همونطور که عرض کردم روز 31 در اوکلاهاما سیتی خواهیم بود، در پترولیوم کلاب. از سپر سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.